یرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات خداوند کسانی از شما را که ایمان آورده و اهل علم و دانش هستند درجات بالایی میبخشد بسم الله الرحمن الرحیم سلام سلام شاگردان عزیز امیدوار که همه ایتان خوب و خوش و سرحال باشین و با قلم و کتاب جهایتان جه در نزد تلویزیون نشسته باشین و منتظر درس جدید باشین خب میخوایم یک مرور داشته باشیم بعد درس گذشته خود که ما در درس گذشته چی را خواندیم عنوان درس گذشته ما چی بود آفرین مقاطع مخروطی را خواندیم خب حال کدام مقاطع مخروطی را شما یاد گرفتین مقاطع مخروطی شما خواندین یکی دایره بود که حتما با شکل شما آشنایی پیدا کردین بی زویر خواندین و پارابولاره را های پارابولاره و دو خط متقاطی خب شما و اینا در با شکلشان در درس گذشته آشنایی پیدا کردین و همچنان یکی از مقاطع مخروطی که دایره بود در صنف دهم با تمام مشخصاتش چی بود قطرهاش بود اشکالش تمامش آشنایی پیدا کردین پس میخوایم که امروز از ویزوی شروع, شروع کنیم دیگه دوباره لازم نیست که بخوایم دایره را دوباره مطالعه کنیم پس میخوایم که از ویزوی آغاز کنیم شما ببینید یک گیلاس داریم اینجا خب این گیلاس چه قسمی است یک شکل دایره ای مانند داره خب حالا اگر من بالای زمین گیلاس یک مقدار فشار وارد کنم ببینید با چی تبدیل میشه خفرین به ویزوی تبدیل میشه پس فرق بیزوی و دایره در همین است که دایره دیگه بیزوی ما فقط همون دایری است که بالاش یک مقدار فشار وارد شده درست است یا اگر از اطرافش فشار وارد کنیم خب حال میخوایم که رسم بیضوی رو شما یاد بگیرین طریقی شکل چه قسمی رسم میشه و طریقی رسم بیضوی به ما این کمک هم میکنه که شما یک مقدار قدرت تخیل تان بالا بره تا مسئله های حل بیضوی بهتر بشناسین خب ببینین من اینجا یک دو تا گیره دارم درست است ما میخوایم توسط از رسم کنم پس شما هم حتما یک چیز داشته باشین که در کتابچه تان محکم شد بعد از او برین بیزوی را رسم کنین خب من دو تا گیره در تخته نصب میکنم که به دو تا گیره من یک تار آویزان کردیم درست است خب یک شده اینجا نصب میکنم و یک شم در این قسمت نصب میکنم و یک تار مده آویزان کردیم که طول تار ما باید از فاصله بین دو گیره یک مقدار بیشتر باشه خب حالی را چه قسمی رسم کنین من مارکر میگیرم خب ای را به با اندازه بالا میبرم که دیگه آویزان یا شل نباشه محکم شوه خب من ای را در دور مارکر خود میپیچانم ببینین خب از این نقطه من شروع میکنم خب ببینین ای آخرین درجه است که من ای بالا بردیم دیگه از که بالاتر برده نمیشه و شل هم نمانده خب حالا امی مارکر خوده به اطراف از این نقطه من دور میتام تا یک بیزوی رسم شود خب از این قسمت شروع میکنم بله پایان میبریمش تا و نقطه اولی خود برسیم پس این شکل را که ما رسم کردیم این روش میگن بیزوی و این نقاط را که روی ما روی تخته خود ما محکم کردیم و نقاط ثابت و محکم در روی بیزوی است نام از این بهش میگن محراق های بیزوی که محراق های بیزوی را به F و F زبن نشان میتن پس بیزوی ما چند تا محراق داره؟ دو تا محراق داره خب یک دیگر دیگرم در نظر داشته باشین هر نقطه را که شما ریاضی بیضوی در نظر بگیرین مثلا این نقطه را اسمش هم مگذارم ام درست است؟ این نقطه M. اگر من تار خود اینجا بانم فاصله ام تا F. اگر جمع فاصله ام تا اف زور کنم مساوی است بی؟ چی؟ مثلا اگر اینجا یک نقطه ام زور را در نظر بگیرم دوباره مساوی است به اندازه از که ام زور اف جمع کنم با ام اف جمع کنم پس هر نقطه را که روی محیط از بیزوی خود در نظر بگیرم مجموع فاصله هایش تا محراق های تمامشان مسایی و یک طول ثابت است که یک طول ثابته به نام دو ای میگن که بعدا براتون میگم که دو ای چی است پس بین نشته کنیم اینجا از ام تا اف قطع خط ام تا اف زور ما اگر جمع قطع از M تا F ما شوه تا در نظر بگیریم از M تا F این مسایی یک طول ثابت است همیشه که طول ثابت نامشه گذاشتن دو ای یا اگر در M زبر در نظر بگیرم ببینیم از M زبر تا F زبر جمع از M تا F M زبر تا F دوباره پس همون دو ای میشه پس نشته میکنم M زبر F زبر جمع M زبر F مسایی و دعه خب ای, ای فیلن یادتان باشه بعدا با یک کار داریم و همچنان فاصله و این دو محراق ما را به نام فاصله یاد میکنن یعنی از این قسمت تا این جاره این به نام فاصله یاد میکنن فاصله مهراقی را به چی نشان میتن؟ به دو سی نشان میتن درست است؟ ای همیشه ثابت است و به نام فاصله مهراقی را به دو سی نشان میتن همچنان ببینین اینجا یک مرکز داریم مرکز بیزوی ما خب و همچنان شاگرده عزیز تعریف بیزوی را اینال بین که بریم ببینیم چه قسمی از تعریف بیزوی با استفاده از همین شکل ما میتونیم که بیزوی خود تعریف کنیم خب شما ببینید تعریف بیزوی محل هندسیه آن نقاط یک مستوی که مجموع فواصل آنها از دو نقطه مستقر همیشه ثابت باشد بنام بیزویات میشه ببینین هر نقطه که من در روی از بیزوی در نظر بگیرم مجموع فواصلش تا محراب خاره برابر به یک طول ثابت است که اینجا وطن گفته نقاط مستقر در بیزوی را نام چیات میکنند نام محراب های بیزویات میکنن اف و نامش هم میگذارن F و F زبر و همچنان مجموع فواصل هر نقطه از بیزوی را با چی میدادن با دو ای می میدادن که اینجا براتان گفتم خب حال بعضی موضوعات را شما باید در این درس یاد بگیرین که تا آخر درس بیزایی با ما با ما می باشد ببینین ما کدام موضوعات باید در این درس یاد بگیریم یکی قطرهای های بیزایی را باید یاد بگیریم رز های را بشناسیم رابطه بین محراق و قطر را پیدا کنیم محور تناظر و مرکز تناظر و انال مرکزیت اینال تمام شد دانه دانه با هم دیگه مرور میکنیم ما میخوانیم فرق بیزوی با دایره ما در چی است فرق بیزوی با دایره در این است که در دایره ما تمام قطرهاش با هم دیگه مساوی است یعنی دایره ما به قطر داره ولی تمام قطرهاش با هم دیگه مساوی است شما در نظر بگیرید فاصله خب قطر چی بود قطر خط است که از مرکز دایره ما میگذشت و دو نقطه محیط با هم وصل میکرد ولی در بیزوی هم همچین چیزی داریم ولی با یک تفاوت بسیار اندک در دایره گفتیم هر قطرش با هم دیگه مساوی است یک شکل پیدا میکردیم دیگه تمامش میتونستیم پیدا کنیم ولی در بیضوی قسمی نیست در بیضوی قطرهایش به بی است ولی به مثلا متفاوت است هر قطرش متفاوت تر است خب پس ما تمامش بررسی نمی کنیم فقط کوچکترین قطر و بزرگترین قطر را می بررسی کنیم ابتدا به بزرگترین قطر رو بشناسیم بزرگترین قطر بیزوی ما همین طول تاره است که ما بایش چی کردیم بیزوی را رسم کردیم خب این تار شما در نظر بگیرین اگه من در این نقطه رو بگذارم درست است این هم نام شب بگذارم ای و این نقطه هم نام شب بگذارم ای زبر. خب طول تار ما خب ببینیم از ای تا ای ما میشه بزرگترین قطر یه قسمت که خالی مانده چی است؟ در اینجا دو تا تار داریم. پس همون تار اضافه در قسمت میشه که ای از بزرگترین قطر بیضه ما. اگر اینا رو رسم کنیم هم دیگه خب ای بزرگترین قطر بیضه ما که از ای تا به ای زبر میگن قطر بزرگ بیضه یا یک چیز دیگه هم بهش میگن قطر کبیر بیضه که بیاین نشته کنیم طول قطر کبیر در بیضه ما از کجا تا کجا بود؟ از ای بود تا و ای زبر قطع خط ای ای زبر و چی میشه؟ ای رو بهش میگن مسایی و دو ای میشه درسته است؟ از ای تا ای زبر به دو ای نشان میتن یک نام است دیگه نام گذاشتن دو ای و از اعداد حروف انگلیسی استفاده شده که به جای از این بعدها در مثال ها میخوانیم که متفاوت مثلا یک بار یک عدد بجاش یک بار دیگه عدد مسای است و دو ای. پس از ای تا ای زبر که دو ای باشه پس از مرکز که نام از این بگذاریم سی ای دو تا فاصله و هم دیگه مساویس. پس از مرکز تا ای نامش چی میشه؟ فقط یک ای میشه دیگه تمامش که دو ای باشه نصفش چقدر میشه؟ یک ای پس ای طرف هم یک ای خب ای شد قطر بزرگ ما این حال میخواییم قطر کوچک پیدا کنیم کوچکترین قطر بیزوی ما از کجا تا کجا است ببینین این خطره که ما بعد میکنم ای از کوچکترین قطر ویزوی ما خب بین ای این طرف نشته کنیم خب این قسمت ها نامشه میگذارم بی این قسمت هم نامشه میگذارم زبر ای از کوچکترین قطر ما درست پس کوچکترین قطر بیزوی را از B تا B زبر است بن طولش هم پیدا کنیم طول قطر البته قطر کوچک یک نام دیگه هم داره بهش میگن قطر صغیر بیزوی ما خب از کجا تا کجا بود؟ از قطع خط از بی تا ویزاور. خب اندازه شبه چی نام کردن؟ از بی تا زبر و دو بی نشان میتن. پس قطر ویزوی ما، پس قطر کوچکش میشه دو بی. شان میتیم؟ دو بی. خب وقتی که تمامش دو بی باشه، پس از فاصله مرکز تا هر کدام از ها، از دوش مساوی باشه این قسمت با این قسمت مساوی است پس این قسمت چی میشه یک دونه بی میشه این قسمت هم یک تا بی میشه فاصله دو سی هم هم قسمت از مرکز تا محراق اولی یک دونه سی از مرکز تا محراق دومی دو یک دونه سی دیگه خب بین اینارم تغییر بدیم خب البته ببخشین. اینجا مرکز با اون نشان بدیم خب از پیش چون با فاصله محراقی اشتباه نشه خب ببینین ما پیشتر گفتیم که هر نقطه را که روی از بیزای مدن نظر بگیرم فاصله هایشه از محراق ها اگر جمع کنم مسای طول ثابت دو میشه خب حالا اگر این یکی از نقاط ما در نقطه B یا بی زور قرار بگیره درست است ببین با یک رنگ دیگه تا نشون بدم خب مثلا این نقطه M زبر ما درست است بیاید در جای B قرار بگیره خب در اینجا قرار گرفت حال فاصله فاصله های شد تا به مهراق ها پیدا می کنم این فاصله را باید جمع از این فاصله کنم مساوی چی شوه؟ گفتیم مساوی دو ای باید شود پس از ام تا F زبر خب بیاین اینجا نشته کنیم از ام تا F زبر جمع از ام تا اف مساوی یک طول ثابت بود دیگر طول ثابتش هم دو ای بود خب شما طرف از شکل ببینین یک مثلث متساوی و ساقین تشکیل شده یعنی این دو ساقش با هم دیگه مساوی هستن یعنی از ام تا F زبر مساوی است از ام تا اف وقتی که یه هر دو مساوی باشه پس بین جای از ام تا اف زبر هم ام اف بگذاریم پس نشته میکنیم ام اف جمع ام اف مساوی است دو ای خب یک دانه ام اف با یک ام اف دیگه اگه جمع شد چند تا ام اف میشه؟ دو ام اف میشه دو ام مساوی چند؟ مساوی با دو ای. اگر من تقسیم دو کنم. ای دو با ای دو خلاص میشه. ای هم با ای خلاص میشه. فقط ام اف ما میمونه. مساوی با یک دانه ای. خب پس از ام تا F نامش پیدا کردیم قیمت شکل ای شد. خب حالا یک شکل دیگه اینجا به وجود آمد. ببینین من با ما ساخت نشانی میکنم. این قسمت اینجا و ای قسمت یک مثلث چیز آفرین یک مسلط پای و است و در مسلط های قایم مشهور مشهورترین قضیه که شما همیتان مطمئن هستم که یاد دارین قضیه فیسا غرسه است که چی میگه و ما این قضیه هم میگه مربع وطر مساوی است و مربع مجموع مربعات از لای قایم یعنی این مربع ما مساوی است و بی مربع جمع سی مربع یعنی ما میخواییم دیدو چی کار کنم رابطه بین فاصله های مهراقی و قطرها را پیدا کنم درست است؟ پس نشته ای مربع مساوی است به یک زل قایم ما بی مربع جمع یک زل قایم دیگه ما سی مربع خب ای است رابطه بین فاصله مهراقی و قطر های بیزوی اگر از اینجا بخواییم من سی پیدا کنم سی, ما، سی مربع ما مساوی است به ای مربع بی مربع طرف انتقال میکنه منفی بی مربع خب اگر فقط بخوایم یک دانه سیر پیدا کنم از اطراف چی میگیرم؟ جذر دوم میگیرم پس سی ما مساوی میشه به جذر ای مربع منفی بی مربع پس ای هم شد ما توسط از فرمول میتونیم که اگر ای و بی را داشته باشیم فاصله محراقی را پیدا کنیم خب یک موضوع دیگر که شما باید یاد بگیرین او محور تناظر و مرکز تناظر است محور تناظر و مرکز تناظر چی است خب اول بین محور تناظر رو بگویم محور تناظر یعنی یک خط است که مثلا اینی خط شما در نظر بگیرین بالا و پایان زی باید یک رقم باشه هیچ فرق نداشته باشه مثلا اگه بیزوی من اینو بگیرم مثلا در روی یک صفحه کاغذ باشه از این قسمت قاتش کنم این دو تا بالای همدیگه باید منطبق شوند در صورت میگن که ای خط چی است محور تناظر ما است یا مثلا اگر این خط در نظر بگیرم بیزری خود به این صورت قاط کنم باید این طرف و این طرف با دیگه برابر شوند منطبق شوند بالای یکدیگر در صورت میگن که خط چی است محور تناظر از این شکل ما است. ما در دو تا محور تناظر داریم درست است محورهای تناظر بیزری ما چند تا بود؟ بله دو تا یکی قطر بزرگ بیزوی ما هست و محور تناظر بعدی ما قطر کوچک بیزوی ما هست خب محور های تناظر هم شناختیم نقطه تنازار درست است ببینید مرکز تناظر در بیزوی ما همین خود مرکز بیزوی ماست یعنی نظر به این نقطه هر نقطه را که در روی از بیزوی در نظر بگیریم حتما یک متنازرش وجود دارد. فن شما نقطه ام در اینجا در نظر بگیرید. نظر به این نقطه این مرکز متناظرش به قسمت است سن اگه امزه در نظر بگیریم نظر به مرکز متنازرش در قسمت وجود دارد پس مرکز تنازر در همون خود چی بود؟ مرکز بیزه ما بود خب محور تناظر و مرکز تناظر هم شناختیم حال میخواییم که چی رو یاد بگیریم؟ یک موضوع مانده که او هم است انال مرکزیت حال انال مرکزیت چی است؟ اول من تعریف شبتون بگویم میگن که نسبت طول فاصله مهراقی بر طول قطر کبیره و ایش میگن انال مرکزیت خب باز میگم که انال مرکزیت و چیکار میاید انال مرکزیت کنیم انال به این نشان میتن حرف ای این مساوی است بر نسبت طول مهراقین که به چی نشان میدادیم و دو سی و طول قطر کبیر و چی نشان میتیم؟ و دو ای خب دور با دو اختصار میکنیم چی میمونه؟ سی ور ای پس ای را پیدا کردیم که قیمتش چی است؟ سی ور ای خب ای شد انال قیمت سی را در شکل ببینیم خب ای از قیمت سی ما سی ما همیشه از صفر بزرگتر است ولی از ای کرده کوچکتر است پس بیاین نشته کنیم که سی ما همیشه کوچکتر از ایست و همیشه بزرگتر از صفر است خب اگر اطراف از این من تقسیم ای کنم صفر بر ای کوچکتر است از سی بر ای کوچکتر است اینو تقسیم ای می کنم ای بر ای خب صفر بر ای چی میشه از صفر تقسیم هر عدد صفر کوچکتر از سی بر ای سی بر ای چی بود عدد مرکزیت بود ای بود خب ای بر ای ای با اختصار میشه چی میمونه یک پس انال مرکزیت ما همیشه بزرگتر از صفر ولی کوچکتر از یک است خب بیاین دمی این شکل ببینیم خب اینی که گفتیم دایره هست درست است انال مرکزیت دایره هست صفر است ای همیشه یادتان باشد عدل مرکزیت دا دایره صفر است اگر ما کم فشار بتون درست است عدل مرکزیت و ما, ما, ما چی رو نشان میده و ما اینو نشان میده که همین بیضوی ما چقدر شبیه به دایره است یا از دایره زیاد فرق داره پس اگر ما کم فشار بتون عدل مرکزیت از صفر که کم بالاتر است ولی اگر ایره زیادتر فشار بتون نزدیکتر به یک میشم مثلا ایره تا آخر فشار بتون و چی تبدیل میشه به خط مستقیم تبدیل میشه پس خط مستقیم ما عدل مرکزیتش است پس گفتیم هر چقدر انال ما به صفر نزدیک شود بیزوی ما بیشتر شبیه دایره است ولی هر چقدر به یک نزدیک شود ما بیشتر و شبیه یک خط مستقیم میشه خب بریم ببینیم حال که ما کدام موضوعات خاندیم خب این بود شکل بیزوی ما چی رو خاندیم؟ قطر های وی زویر خاندیم چند تا قطر داشت؟ دو تا قطر از ای تا زبر می شد قطر بزرگ از بی تا وی زبر می شد قطر کوچک فاصل مهراقی از اف تا F زبر و چی نشان می دادن؟ دو سی قطر بزرگ دو A و قطر کوچک هم دو بی مرکز تناظر هم خاندیم مرکز تناظر خود مرکز وی ما بود محور های تناظر هم محور های تناظر اما قطر کوچک و قطر بزرگ, بزرگ, بزرگ ما بود. و انال مرکزیت انال مرکزیت هم گفتیم که به ما نشان میداد که همین ما چقدر شبیه و دایره هست خب شاگردای عزیز این بود از درس امروز ما تمرین درس هم به عنوان کارخانگیتان تمرین حتما حل کنین پس تا درس بعدی خدا نگهدار